آگاهی هم دوستانی هستند که پرخاش تند می کنند که چرا من و جناب شاهین پر با احترام از اسلام و قرآن مجید یاد می کنیم. خدمت یکی از این دوستان نوشتم که والا این نامه هایی که شبیه شما برای من می رسه، در هفته دو سه تاشون می رسه، معمولا از کسانی است که اسم اولشون معمولا یا حسن یا حسین یا علی یا محمد، اسم وسطشون هم احتمالا محمد یا چیزای دیگه است، فامیلاشون هم معمولا یا شریعت یا شریعت مداری یا محمدی یا محمدزاده و غیره هست. و برای یکی از این دوستان من نامه نوشتم عزیز دل من، تو که اینقدر با اسلام بدی و از اینکه ما با احترام من و جناب شاهین پر نسبت به پیامبر اسلام یا قرآن مجید یا اسلام صحبت میکنیم با احترام، تو چرا نمیری اسمت رو عوض کنی؟ ایشون فوری برای من برداشت نوشت که خب این کار رو نمی کنم برای اینکه خانواده آزرده میشند، برای اینکه خانواده هم آزرده نشند من این کار رو نمی کنم، وگرنه من هیچ چشم دیدن این اسما رو ندارم. بهشون نوشتم البته این نیست که ما چشم دیدن این اسما رو نداشته باشیم، ولی خب از شما چجور از ما انتظار دارید که میلیون ها همیهن مسلمانمون رو آزرده کنیم با بیان کلماتی که واقعا شایسته به کار بردن هیچ انسانی نیست، به خصوص که آیین بهائی هم ممنوع کرده هر نوع زبان بد و لعن و طعن، که خصوصا این لعن و طعن مثل نقل و نبات در دهن این ملاهای ایرانی است. بنابراین ما هم به روش خودمون ادامه خواهیم داد و امیدوار هستیم اون دوستانی که تا به این اندازه به دلایل مختلف از اسلام و اسلامیت و قوانین اسلامی آزرده هستند بر ما هم ببخشایند و به برنامه با دیدی تحقیقی نگاه کنند، شاید مطالبی در صحبت‌های ما باشه که برای اونها هم مفید باشه. و اما دوستان عزیز، برنامه امروز ما به دنبال برنامه‌های گذشته که الان بیش از یک سال هست در خدمت شما هستیم، به ویژه امروز درباره این قوانین شدید و غلیظ شریعت اسلامی است، مثل گردن زدن، شلاق زدن، دست بریدن، جهاد به فرم‌هایی که در سرزمین‌های مختلف از بوکو حرام که یعنی تعلیم و تربیت غربی حرام است تا داعش که کارهاش رو در میان نهرین دیدیم، یا نوعهای دیگه طالبانیش رو که در شرق ایران در افغانستان و پاکستان و هندوستان و غیره رایج هست میبینیم. ما صحبتمون از این هست که آیا چنین قوانینی اونچنان که ملاهای اسلامی میگویند قوانینی است که باید تا ابد بشریت رو هدایت کنه، و آیا این اون قوانینی است که باید تا ابد معرف انسان و خصوصیات انسانی باشه؟ پاسخ من البته این است که چنین نیست، و در ضمن کنجکاوی و بررسی اون خواهید دید که چنین قوانینی جایی در یک دنیای متمدن و بین انسان‌های متمدن دیگه نداره، حالا به هر دلیلی و از هر جایی که اومده ما وارد جزئیاتش نمیشیم. اجازه میخوام که از جناب شاهین پر خواهش کنم صحبت خودشون رو درباره مطالب امروز شروع کنن و من هم در بین مطالب ایشون نکاتی رو خدمتتون عرضه خواهم کرد. جناب شاهین پر، مشتاق شنیدن سخنان شما هستم. شما امروز بحث رو چرخوندید به مسئله خشونت در قوانین اسلام. والا اگر که یه خورده با منصفانه بخوایم نگاه کنیم به کل مسئله، این است که ادیان قدیمی تمامشون این شکنجه های بدنی و نمیدونم سنگسار و کشتن و اینها رو همه رو داشتند، ولی هرچی تمدن بشری به خودش آمده و یه مدار بشر متمدنتر شده و تونسته مقامات مذهبی جامعه خودش رو بفرسته پشت دیوارهای معابدش و بگذاره که کار دولت از کار سیاست و دولت از دین و مذهب جدا بشه و قوانین مدنی گذاشته شده،
با به مدد قوانین مدنی اون آزارها و شکنجه ها و نمیدونم این حرفا آرام آرام در جوامع قانونمند بشری امروز از بین رفته، وگرنه در مسیحیت هم بود، وگرنه این که کلیساهای اروپایی به خصوص کلیسای اسپانیا هزاران نفر رو تو آتیش نسوزوندن، مگر نه این که حتی واتیکان وسایل شکنجه به امرا و پادشاهان اروپایی میداد. اینا در تاریخ هست، ردش وجود داره، اسنادش وجود داره، اونا بود. اما اون چی که به اسلام از بابت این مجازات ها به میراث رسیده، ما نگاه میکنیم این که از ادیان قدیمی تر به خصوص از یهودیت برداشته شده و مثل اون از یه سنگسار. و حالا من رد شلاق زدن رو نمیدونم از کجا پیدا شده آمده، ولی این دست بریدن، این نوع کارها رو اینها از ادیان قبلی گرفتن. وقتی یه دینی میاد مجازاتهاش رو از ادیان کهن‌تر و قبلی‌تر میگیره، یعنی من آدم نوآوری نیستم، یعنی من یه آدم اصلاحگر تجدید طلب گر نیستم، من میخوام یه دینی آره با هم بینش کاریم آره زیاد جلو نمیرم. داستان از این قرار است که اگر دین، اعتقادات دینی سبب تحول تفکر انسان در طول زمان نشه و انسان رو به طرف زمانه راهنمایی نکنه و بخواد در یه نقطه‌ای متوقف بکنه، من اعتقاد دارم که اون دین اشکال داره و میبایست که در اصلاحش کوشید. میبایست از دل همون دین آدمای متخصص، آدمای دانا بیرون بیان و حرف تازه‌ای بزنند و پیشنهادات اصلاحی بدند. امروز روز در جهان امروزی بدن انسانی احترامی پیدا کرده، در جوامع مترقی امروزی کسی دستشو دراز نمی کنه در صحبت کردن، بدن طرف مقابلشو حتی لمس کنه، و اگر این کار بکنه تا حدودی از ادب خارج شده. اینی که در جوامعی یه آدمی رو بخوابونن یا وایسونن و جلوی جمع به بدنش شلاق بزنن و جای شلاق رو پوست بدنش بمونه، این امروزه جز توحش چیزی نیست. حالا اگر ما مواجه هستیم با یه روحانیتی که این روحانیت میخواد پاسدار این توحش باشه و ما داریم کورکورانه ازش تبعیت میکنیم، خب از نظر تفکر یه جایی کار ما هم عیب داره. اگر انسان میخواد ثابت کنه، ارائه بده که من یه انسان متفکری هستم، من میخوام که یه انسان امروزی باشم، من میخوام که بدیها رو از جامعه انسانی کم کنم، یه هدفی باید داشته باشه یه انسان دیگه، همش که خورد و خواب نیست که. اگه بخواد چنین کاری بکنه متوجه این نکات میشه. من شخصا معتقد هستم که روحانیت اسلامی آنچنان به سنت‌های قدیمی خودش وفا داره و آنچنان به اونها احترام میگذاره و به همین دلیل هم هست که هیچ نوع تفکر جدیدی رو نمیپذیره و فکر میکنه که مقام شامخش و تمامی هستیش و حالا مادی معنوی همه چی رو با احترام به اون سنت قدیمی میتونه حفظ بکنه. خودم کسی نیستم، خودم چیزی نیستم، اون اولیا آدمای مهمی بودن و من میبایست که عیناً اون اولیا رو دنبال بکنم.
شما امروز مراجعه کنید به کتاب تحریر الوسیله آقای خمینی. آقایون مسلمون، آقایونی که فکر میکنید که آقای خمینی پرچش تو ماه بوده، رهبر عالی قدره، نمیدونم عارف بزرگی بوده، دانشمند بزرگی بوده، که یکی تو هم میگید که بزرگترین، داناترین و دانشمندترین رهبری بوده که در طول تاریخ ایران به وجود آمده، از این حرفا میزنید. خب برید کتاب تحریر الوسیله رو بخونید، ببینید در این کتاب چه چیزهایی نوشته شده و آیا شما حاضرید در مورد افراد خانواده خودتون این دستورالعمل‌ها اجرا بشه. ایشون در این کتاب در مبحث تمتع طفل الربیعه ببینید چی نمید. از ایشون سوال شده که ایشون گفته که دختر در هر سنی قابل همخوابگی با یک مرد. تو ازش سوال کردن این سن پایین آوردن، ایشون با صراحت گفته تا سن شیرخوارگی. خب این امروز در تمدن امروزی به نظر من جز توحش چیزی دیگری نیست. کدوم خانواده ایرانی مسلمان امروز میتونه بپذیره که بچه 3-4 سالش 5 سالش مورد همخوابگی یه مرد واقع بشه؟ شما اگر این رو نمیتونید بپذیرید، خشم شما رو شعله ور میکنه. بدونید که رهبر دینیتون اعتقاد راسخ داشته که این کار حلاله، میشه کرد و خودش هم کرده. و این جالبه، شما، من در یک کلیپی دیدم، ولی این برنامه تلویزیونی بود که یه آدمی اسناد و مدارک نشون میداد، کتابی رو نشون میداد به اسم کشف الاسرار و الاعمت تاریخ، همچین چیزایی نوشته آقای علامه سید حسن موسوی، که این آقا میگه که یک حجت الاسلامی موقعی که آقا در نجف بودن ایشون رو دعوت کرده به خانهش در یه جایی خارج از نجف. منم همراه ایشون رفتم، میزبان از ما پذیرایی مفصلی کرده، شامی داده و بساطی و احترام گذاشتن. بعد از شام یه دختر 4-5 ساله‌ای داشته تو اتاق راه میرفته بازی میکرده. آقای خمینی میپرسه که این دختر کیه؟ صاحبخونه میگه که این دختر منه. میگه اینه سیغش کنید برای من. آنن دختره میارن برای آقا سیغه میکنن و این آقای علامه سید حسین موسوی در همین کتابی که اسپردن، که این کتاب رو گویندهی که گزارشش رو میداد میگفت در شماره 297 خط تیره 4172-84-25 کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری میشه. و همین کتاب رو که مهر کتابخانه آستان قدس رضوی روش بود باز کرد و از صفحات وسطی این مطلب رو خوند که دختر 4-5 ساله میزبان رو آوردن صیغه آقای خمینی کردن و موقع خواب دختر فرستادن تو اتاق خواب این پیرمرد و ما تا صبح شاهد زجه و شیون و فریاد این بچه بود. به این میگید اسلام؟ به این میگید دین؟ به
به این میگید تمدن، به این میگید انسان خویی، رفتار انسانی، صفت انسانی. شیر و گاو و پلنگ هم با بچه شون این کار رو نمی کنن. با بچه شیر خوراشون. خب حالا در تمام این وسیلت و تحریر شما رابطه انسان با انسان رو در احکام آقا کشف کنید، بخوانید خودتون و کشف کنید، ببینید که یک انسان با یه انسان دیگه مجازه چه کارهایی بکنه. هر کدوم از دستور العملهای ایشون اگر در جهان بیرون از اسلام، در جهان مسیحیت، در جهان بودایی ها، هر جای دیگه اتفاق بیفته 20 سال 30 سال 40 سال زندان داره. جرمه. چرا؟ برای اینکه بشر امروزی با بشر 1000 سال پیش 2000 سال پیش متفاوت شده. بشر 2000 سال پیش این کارو میکرده، بله، ولی این آخه اون بشری هم که این کارا رو میکرده، شما 2000 سال قبلش برید و 4000 سال قبلش برید ببینید که کی بوده چی بوده. به حال انسان از 70-80 هزار سال پیش تا حالا که روی پا وایستاده و اسم انسان رو خودش گذاشته، متحول شده، به انسان امروزی رسیده. شما هیچ کدومتون نمیتونید ادعا کنید که همون مشخصاتی رو دارید که انسان قبل از کشاورزی داره. مثلا همون مشخصات انسانی رو دارید که انسان قبل از اختراع چرخ داره. نه، انسان متحول شده، انسان از طریق فکرش متحول شده. این فکر انسان بوده که اومده ابزارهایی ساخته، با اون ابزارها مدنیت جدید ساخته و این مدنیت رو جدیدتر 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 کرده و به امروز رسیده. نمیپسندید؟ اگر نمیپسندید به دنبال چی هستید پس؟ اگر به دنبال آزادی و آزادی خواهی هستید، بدونید در اولین قدم اعتقادات دینی تونه که نمیذاره شما به آزادی برسید. اول برید اونجا رو درست بکنید. آیا میتونید یک کشور اسلامی رو نشون بدید، انگوش بذارید رو نقشه جغرافیا، بگید این کشور اسلامی کشور پیشرفته ایه، کشور مدرنیه و مردمش مردم خوشبختی هست. ما امروزه مردم ایران، هموطنان عزیز من، اگر یک کلام ازشون بپرسید که تو خوشبختی رو در چی میدونی، خوشبختی جامعه رو نه فرد رو، در چی میدونی، بدون شک به شما میگه که در دموکراسی. اگر شما خوشبختی جامعه رو در آزادی های فکری، اجتماعی و سیاسی میدونید، من از شما یک سوال میکنم. اون این است که ببینید این کشورهایی که امروز میتونید مثال بزنید، بگید در اونجاها دموکراسی هست و مردمش از این نظر به حیثیت انسانی رسیدند، میتونن در امور داخلی مملکتشون دخالت کنن، میتونن در مقابل مالیات که دولت میدن از دولت سوال کنن، میتونن روزنامه داشته باشن و انتقاد کنند، میتونن نماینده واقعی خودشون رو به مجلس بفرستند و اون نمایندهشون بره از منافعشون دفاع بکنه. چه این مجموعه خب حق دارن که عضو هر حزبی که میخوان بشن، هر کدوم از اینها در مجموع آزادی های اجتماعی و سیاسی. این کشورهایی که به این درجه رسیدند کدومان؟ خوب که دقیقا یه مشخصه تو اینا هست و اون این است که اینها در یک مقطع زمانی انقلاب صنعتی رو از سر گذروندن.
شما دموکراسی کامل و درستی نمیبینید مگر در کشورهایی که روزگاری در قرن 18 هم انقلاب صنعتی را از سر گذروندن، یعنی به درجات علمی نائل شدند و از طریق علم، دانش، فیزیک، ریاضیات تونستند ایجاد توسعه بکنند، جامعه رو مهندسی بکنند. حالا ما در مقابل این سوال قرار میگیریم که اگر قرار است که ما برای اینکه به آزادی برسیم در درجه اول باید به علم، یعنی به وسائل رسیدن به آزادی دسترسی پیدا کنیم، اگر چنینه پس ما در یک سایکل تاریک سیاه قرار گرفتیم دیگه. با این اعتقادات، با این اتصال به دیروز، با این باور 2000 سال پیش، 3000 سال پیش میخواییم زندگی امروزمون رو اداره بکنیم و بری باشیم از علم. و شما نگاه کنید که همین امروز در جوامع اسلامی دنیا بالاترین مبارزه با دانش میشه، با علم میشه. آقای دکتر بیات عربستان سعودی رو مثال زدن. من در تمام کشورهای اسلامی سفر کردم، نه به یک بار، چندین بار. من براتون مثال بزنم، در مسقط مدرسه تا کلاس ششم ابتدایی برای یک گروه بسیار بسیار ناچیزی وجود داشت در سال 1973-74. اون سالها اکثریت مردم بی سواد بوده، برای دخترها مدرسه ممنوع بود. حتی در شهر مسقط من یک قلعه دیدم که خیلی بزرگ بود. از اونجا که آدم فضولی هستم هر چیزی رو میپرسم، پرسیدم این قلعه چیه وسط شهر؟ گفتن این قلعه یه فرقه مسلمانه که 242 خانوار توش زندگی میکنن و زنان این خانواده ها، این 242 خانواده، از موقعی که به دنیا میان تا موقعی که میمیرن پاشون رو از این قلعه بیرون نمیگذرند. و در خود همین قلعه هم وقتی مردن دفن میشند که بگن ما آدم های نجیبی هست. همین مملکت چند سال بعد من در تهران مهمانی داده بودم، سفیر بحرین رو دعوت کرده بودم، باش آشنایی داشتم به شام منزلم. سفیر بحرین گفت آقا اجازه میدید من سفیر مسقطم با خودم بیارم؟ خودم باید خواهش میکنم قدمشون رو چشم. ایشون با یه آقای مصری وارد خونه من شد. ما در همون صحبت های اولیه فهمیدم که این آقا مصریه. گفتم شما که سفیر مسقطین؟ گفت بله، تمام سفیر کبیرهای مسقط مصری هست، معلم ها مصری هست، کارمندان عالی رتبه مصری هست، برای که خودشون کسی رو ندارن. این چه جامعه ایه؟ اگر قرار است که ما مسلمان نابتری باشیم باید این شکلی ها بشیم. این چه راه حلیه؟ من معتقد هستم که من نه اکثر فلاسفه غربی، متفکرین اروپایی معتقد هستند که دین اسلام با دانش و علم متناقضه. دین اسلام پذیرنده دانش نیست. خب شما نگاه کنید
نگاه نکنید ببینید که الان در کشور اسلامی، در جمهوری اسلامی داره موشک ساخته میشه، آمریکا رو ترسوندن از این حرفا. حالا من به جنبه های تبلیغیش کار ندارم، واقعی درست. این ضرورت جهادیشون، این ضرورت جنگیشون سبب شده که این وسایل رو از این اون بگیرن، یاد بگیرن، بسازن، حتی ماس پروداکشن هم ایجاد کنن چه و چه. ولی در محاسبه اقتصادی اولین چیزی که کمبودش احساس شد در ایران پوشک بچه بود. مملکتی که نمیتونه کهنه بچه رو بسازه تأمین بکنه و از اون طرف میره موشک میسازه، یه جاش اشکال داره. چرا باید اینطور باشه؟ چرا میبایستی یه جامعه ای اینقدر وابسته باشه خودش ندونه چه بکنه برای خودش، خودش بلد نباشه احتیاجات اولیه خودشو به وجود بیاره؟ وقتی در محاسبه اقتصادی قرار میگیره تمام کارخونه جاتش تعطیل بشن، کارگراش بیکار بشن، بعد بی حقوق بشن، به همه اینا میگن وابستگی به غرب و شعارشون هم استقلال از غربه. این تناقضه، این یه سایکل تاریکه، این یه بنبسته. ما میباید جامعه ایرانی باید تکلیف خودش رو با این مسئله روشن بکنه. من نمیگم بیدین باشید، من نمیگم برید باهایی بشید، به من ربطی نداره این حرفا، ولی من میخوام به شما عرض بکنم که این مدیران جامعه شما طرز فکرشون این چنینیه و تمام دشمنیشون با جهان غربه و ابزار توسعه دین خودشون را از سنت چندین سال پیش گرفتن و دستبردار از اون نیستن. امروزه ما دیدیم، از اوایل قرن 19 هم دیدیم، مسیحی ها میخواستن برای خودشون تبلیغات کنن که مردم دنیا رو مسیحی کنن. هر کسی حق داره این کارو بکنه، شما برید بکنید، برید مردم مسلمان کنید به شکلی که اون میسیونای مسیحی میکردن. اینا آمدن تو آذربایجان ما، تو رضاییه، مراغه، نمیدونم شهرهای آذربایجان مدرسه ساختند، کلیسا ساختند، در درجه اول مدرسه ساختند، بعد بیمارستان ساختند، بعد کتابخانه ساختند، بعد چاپخانه آوردند، تمدن آوردند، وسائل آموزش دانش آوردند. خب یعنی ما آدمای برتری هستیم، ما آدمای بهتری هستیم، بیایید به دین ما گرایش پیدا کنید. اینطوری برای خودشون تبلیغات کردن. حالا شما ببینید یک مسلمان امروز میخواد با سنت چند هزار سال پیش برای خودش تبلیغات کنه، هیچ راهی برات نیست جز این که شمشیر به دستش بگیره و به یه آدمی دیگه بگه که یا مسلمون شو یا میکشمت. دیدیم که داعش چه کرد، دیدیم که بوکو حرام داره چه کار میکنه. شما ببینید بوکو حرام که مورد محکومیت مفتیهای اسلامی، حجت الاسلام های شیعه قرار نگیره، در مقابلش بی اعتنا موندن، سکوت کردند. شعارش چیه؟ به قول آقای دکتر مدرسه حرام. کارش چی بود؟ تمام دخترهای شاید مدرسه رو رفت اسیر کرد و برد که اینا درس نخونن. این نیست راهش. امروزه حالا ما دیدیم بعضی از کشورهای عربی مثل مراکش، مثل عربستان سعودی، میرن در لندن، پاریس کتابخانه درست میکنن، پول نفتم عربستان داره زیاد، کتابخانه رو خیلی خیلی در لندن قیمتی ساخته با شیشه و بلور و اینا و توش هم پر کرده کتاب و یه چند نفری هم توش در روز قدم میزنن. خب این کارا
قابل توجیه. ولی این که من بیام گروه های جهادی درست کنم و این گروه های جهادی با آدم های غیر مسلمون در جنگ و ستیز باشه و این کار رو ادامه بدم تا جهان رو مسلمان کنم. برید سخنرانی های رهبران این سپاه پاسداران رو گوش بدید، برید به نیت آقای خامنه ای پی ببرید، به نیت نهایی آقای خامنه ای پی ببرید. تمام هستیشو، تمام نیروشو ایشون و هیئت حاکمه ایرانی گذاشتند که با قوم یهود مبارزه کنند، وعده نابودی یک کشوری رو بدند که یه عده مسلمانی که در حاشیه قوم یهود هستن به اونا کمک کنند و با کمک اونها با اون قوم یهود تسلط پیدا بکنند. اگر فکر کنید مثل من اندیشه حق پرستی دارند، لا والله، نه چنین چیزی نیست. اگر از من بپرسن، من میگم آقا کشور اسرائیل برای مردم خودش یک کشور خوبیه، یک دولت خوبیه، یک دموکراسی برقرار کرده، آزادی مطبوعاتی که در اسرائیل هست هم اکنون در آمریکا هم نیست، آزادی انتخاباتی که در اسرائیل هست در هیچ جای دنیا نیست، اینا همه خیلی خوبه. اما این کشور اسرائیل داره به اون یک گروهی که حالا تصادفاً مسلمانن، اگر مسیحی هم بودند، اگر نمیدونم بودایی هم بودن فرقی نمیکرد برای من. من مجبور بودم از کسی که مورد ظلم واقع میشه ذهن خودم ازش دفاع کنم. همین، این داره به اونا ظلم میکنه. اگه این قطع زمینه به اینا دادی، معادل اون قطع زمینه باید به اینا آب بدی. اگه این قطع زمینه به اونا دادی، دیگه نباید بری تو اون زمینه خانه سازی کنی. اگه این قطع زمینه به اونا دادی، دیگه نباید اینا رو محاصره اقتصادی کنی که اینا به نون شبشون محتاج بشن. چه بود چه؟ چرا نمیذاری یه دولت تشکیل بدن خودشون امورات خودشون اداره بکنن؟ خب داری زور میگی. خب این زورگویی چیز بدیه، من هم محکوم میکنم، اما دلیل نداره که به دلیل اینکه اون داره به این گروه زورگویی میکنه من بخوام این کشور نابود بشه. اون به خاطر زورگویی به اینها نیست که میخواد اونجا رو نابود کنه، اون میخواد قوم یهود مالکیت زمین نداشته باشه. اون میخواد که این یهودی ها دولت، حکومت، جامعه نداشته باشن. به این دلیل رو موشکش می‌نویسه اسرائیل باید نابود شود و بعدم برای ملت ایران این بدبختی ها رو میاره که تو جهان امروز نمیشه از این حرفا زد. ایناست که هنوز جهادش هم اگر جهان اسلامی، البته من به بقیه کشورهای اسلامی کار ندارم چون دست از این جهاده برداشتن، الان مردم مالزی نمیخوان همچین جهادی بکنن یا مردم لبنان نمیخوان همچین جهادی بکنن، دارن زندگیشون میکنن، به این کارا کاری ندارن. این تو کشور ماست با این روحانیت شیعه که رفته خیر احادیث و نمیدونم قوانین و مقررات 1400-1500 سال پیش رو گرفته، مثل اونها هم میخواد عمل کنه. شما اگر از این آقایون بپرسید که چرا 3-4000 نفر جوان ایرانی رو در زندانها دار زدید، به شما جواب میدن، میگن حضرت رسول الله هم در یک روز 900 تا یهودی رو سر برید. آخه بابا اون در 1400-1500 سال پیش یه کار غلطی انجام داده، کار درستی انجام نداده، از سر تا پاش توحش بوده، یه دیش در جنگ شکست خوردن، تسلیم شدند، میتونی که بیرونشون کنی برن، اسلحهشون رو ازشون بگیری برشون کنی برن. نه تنها این اتفاقات نیفتاده، ببین حالا من میخوام اتفاقات که امروز میفته رو با اتفاقای 1400 سال پیش مقایسه کنیم ببینیم چقدر اینا شبیه هم دیگه. یا آدمی بوده تو این آدم ها جواهر فروش بوده،
جواهرات داشته، پیداش میکنن، بعد میگن که اینو نکشیدش، اینو بیاریم شکنجهش کنیم که محل جواهراتشو بگه، بریم جواهراتشو برداریم. هرچی اینو شکنجه میکنن، این یارو یهودیه مالشو دوست داشته، جواب نمیده. بالاخره اینو میخوابونن رو زمین، آتیش درست میکنن و گلوله های آتیش رو میذارن رو سینش که این بلکه بگه، یارو میمیره. بعد از اینکه این یارو جواهر فروش میمیره، اولین اتفاقی که میفته این است که همسر این جواهر فروش همون شب در بستر رسول خدا میره به عنوان غنیمت جنگی. حالا ببینید که هیئت حاکمه امروز با آدم های غیر مسلمان چگونه داره رفتار میکنه، مشابهتاشو پیدا کنه. نمیشه مثل دیروز زندگی کرد، نمیشه مثل 15 قرن قبل زندگی کرد. باید با قوانین امروز زندگی کرد، باید با اندیشه امروز زندگی کرد. شما خیال نکنید که بوکو حرام یک وصله ناجوریه در دامن اسلام. نه خیر، همین جمهوری اسلامی هم اول کاری که کرد دانشگاه رو بست به اسم انقلاب فرهنگی، که مردم چی بخونن چی نخونن کنترل کنه خوندن مردم رو. باز چند سال پیش همین آقای خمینی فرمان داد که علوم انسانی باید اسلامیک بشه، در نتیجه مجموعه علوم انسانی زیر تیترهای جامعه شناسی، فلسفه، چه و چه، حقوق، اومد تعطیل شد و تصفیه شد و یه نوعی اسلامیش کردن که من نمیدونم چیه و حالا دارن ادامه میدن. خب با این کارا راه به جایی میبره کسی؟ با این کارا میشه به جایی رسید؟ درد اینجاست. اینی که من دارم با آقای دکتر بیات هم کلام شدم، یک چیز رو فهمیدم، به یک چیز پی بردم، اون است که این آقایون در اواسط قرن 19 در نیمه اول قرن 19 پیشنهادات اصلاحی در این دیانت اسلام مطرح کردند. گفتن بچه ها باید برن مدرسه، اصلا درس باید اجباری باشه، دختران باید برن به مدرسه. اگر کشف حجابی که رضا شاه کرد برای شما خیلی خوبه، خیلی بهش افتخار میکنی، خب این آقایون این کاری کردن، هم حرفش زدن هم عمل کردن. اگر راجع به عدل که سر سوزنی از این عدل و امروز شما در دادگستری جمهوری اسلامی، در دادستانی جمهوری اسلامی نمیبینید، سر سوزنیشو نمیبینید. حتی دادستان جمهوری اسلامی به یه آدم شاکی که مالشو خوردند و بردند و بهش ظلم املاکشو گرفتن گفته که چرا اینقدر جوش میزنی، چرا این کارا رو میکنی، قیامتی هست، روز قیامت خودش باید جواب بده. اگه اینجا تا نتونستی به نتیجه برسی، بالاخره روز قیامت به نتیجه میرسی، برو بکاره. خب همین عدل رو که آقایون اینطور تفسیر میکنن که این سرخط این عدل دست خداست و تکلیف همه رو روز قیامت روشن میکنه و روز روی این زمین هر اتفاقی افتاد ابی نداره، خداوند تکلیف همه رو روشن میکنه. خب این آقایون گفتن آقا عدل در رابطه انسان با انسانه، در رابطه مالک با زاره. من پسندیدم این حرف رو، من دیدم این حرفا حرفای اصلاحگرانه است در جامعه ایران. من به مسائل دینیش
آسمانیش به این حرفا کاری ندارن. این احکامی که آقایون ارائه دادن، این خواسته هایی که داشتن، این خواسته ها خواسته های انسانی بود، برای اصلاح جامعه مفید بود. کما این که ما وقتی که ریشه های انقلاب مشروطه رو میگیریم و دقت میکنیم به انقلاب مشروطه، میبینیم که بعض این انقلاب رو افکار این آقایون پاشیده تو جامعه. این خواسته ها، خواسته های دوران انقلاب مشروطه قبلا به وسیله این آقایون، 50 سال پیش به وسیله این آقایون گفته شده. تمام مخالفت روحانیت اسلامی شیعه با این آقایون هم به این دلیله که اینا تحول خواه هستن، اینا اصلاحگر هستن بودن. حالا من نمیدونم، حالا که جایی تو جامعه ایران ندارن، اختیاری ندارن، خودشون هم نمیتونن حفظ کنن، بیچاره ها میزنن، میکشن، بی خانمانشون میکنن، ولی حرفشون، پیشنهادشون اصلاح در این قوانین پوسیده است. و علل قاعده اگر قرار شه که پیشنهاد اصلاحی در بیاد، باید از دل اونجایی در بیاد که قوانین رو وضع کرده و گذاشته. و همین دلیل هم اینها از همین حوزه های اسلامی هم بیرون اومدند و این حرف رو زدند. امروز هم اگر قرار شده در جامعه ایران تحولی رخ بده، به نظر من مقدار زیادی از این تحول میبایست در همون حوزه و فیضیه و اونجاها باشه. چرا؟ برای اینکه ما در ایران پیروان کوروکری داریم که بدون هیچ حجتی، بدون هیچ دلیلی، حرف این آقایون رو تبعیت میکنه. متاسفانه جامعه ایرانی امروز در گرفتار این مسئله است. من میدونم که ما قشر روشن فکر داریم، من میدونم که ما قشر تحصیل کرده داریم، من میدونم که قشری داریم، قشرهای عظیمی داریم که به این موضوعات ناباورند یا در مقابلش هستند و مخالفش هستند، ولی توده هایی هم داریم که این چنینه. شما این بازار عرضه و تقاضاست دیگه. نگاه کنید ببینید حقوق یا مداح از یه حقوق پروفسور روی دانشگاه بیشتره تو جامعه ایران. چرا؟ برای اینکه این فکر خریدار داره، این سبک و سیاق خریدار داره. بنابراین اگر قرار است که ما طرفیت داشته باشیم، بگیم این خوبه این بده، من میگم اون کسی که میاد میگه که بابا جامعه رو باید اصلاح کرد، جامعه باید داره درس بخونه، زن باید آزاد باشه هر جوری میخواد لباس بپوشه، انسان باید آزاد باشه، عدل اون یکی از اون پنجتا نیست که بزنی به دیوار اون بالا نگاش کنی، عدل میباید طبقه با به وجود آوردن نظامنامه هایی و قوانینی رابطه انسان و انسان رو اصلاح بکنه، رابطه دارا و فقیر رو، رابطه مالک و زارع رو، رابطه کارفرما و کارگر رو. یعنی اینها پیشنهادات مدنیه. امروز هم شما با اقدامات مدنی میتونید یک جامعه مدنی بسازید. فقط خبری که من برای شما دارم، من معتقدم جامعه ایران از نظر تفکرات لازم برای رسیدن به یک جامعه مدنی هنوز عقبه. خیلی معذرت میخوام این حرف رو میزنم، ولی این گرفتاری رو ما داریم. ما از نظر ساختن، قدرت ساختن جامعه مدنی، ما مردم وقت لازم داریم. دارم زیاد جز این که از هموطنان عزیزم خواهش کنم، تمنا کنم که این تبلیغات چند ده ساله گذشته رو تحت تاثیرش قرار نگیرن. اگر میخوان موضعی داشته باشن، این موضع رو از گفتار دیگران برای خودشون ایجاد نکنن، خودشون مطالعه کنن. اگر علاقمندن به موضوعی، خودشون برن مطالعه کنن، کتاب بخونن، نشریات، مقالات، این طرف از دو طرف، از چهار طرف بخونن و
و خودشون تجزیه تحلیل کنند و به یک نتیجه‌ای برسند و یک طرفیتی بده کنند. ممکنه من شما از شما دعوت میکنم که این کارو بکنید، بعد مسلمان دو آتشه‌ای باشید، فبهل مراد، من کاری ندارم. من معتقدم که انسانی که بر اساس گفتار تبلیغاتی دیگران طرز فکری پیدا میکنه، اون طرز فکر جعلیه، درست نیست، مال خودت نیست برادر. شما زمانی میتونی با حرف من مخالفت یا موافقت بکنی که مطالعه کرده باشی، خودت مطالعه کرده باشی، خودت خونده باشی و به یه نتیجه رسیده باشی. اگر کسی بیاد به من بگه که آقا شما فلان کتاب، فلان کتابی که شما گفتید من خوندم و نه، من هنوز معتقدم که روش من بهتره، خب من حرفی ندارم. ولی این که شما تحت تبلیغات غلط دروغ یه عده دیگری در هر زمینه، یا در زمینه سیاست، در زمینه دین، مذهب، اخلاق، همه چیز، همه چیز، چرا؟ که برای من یه نامه هایی میاد، یه پیام هایی میاد که من میبینم این عزیز من، این دوست من تحت تاثیر تلقینات غلط دیگران یه عقیده ای داره. وقتمون هم تمام شد. بدرود با همه بینندگان خوب این برنامه. روز روزگار همه عزیزانم خوش. قربان همه. خدا حافظ.